خب رفیق بریم سراغ درصد جرمی. اما این درصد جرمی همون درصد جرمی معروف نیست که ازش بترسی فکر کنه قرار بریم تو استیکیومتری و و و این آسان تر راجب چیه؟ به جای اینکه بیای داخل محلول درصد جرمی بیان کنی، میایم این بار بیان میکنیم آقا دایی داخل یک مولکول مثل C2H6 مثل SO3 هر کدوم از عناصرش چند درصد اون ترکیب تشکیل داده. به همین راحتی فرمولش چیه؟ خیلی آسونه، میگه آقا درصد جرمی یک عنصر برابر با مقدار عنصر در ترکیب فرمول بر حسب گرم بر روی جرم مولی کل اون ترکیب باز بر حسب گرم، آخر سر یه ضرب درصد هم میذاری کنارش. حالا آقا مثال بزنیم، میخوایم برای C2H6 آقا C2H6 جرم مولی چقدره؟ دو تا کربن داره 24 دو 6 هیدروژن 6 6 24 C. فرض کنم میخوام درصد جرمی کربن حساب کنم چیکار میکنم؟ میگم آقا 24 گرم کربن داره مقدار عنصر در ترکیب فرمول. پایین بچی بنویسیم جرم مولی ترکیب دیگه، جرم مولی چقدر بود؟ C 24 بر روی C، یه ضرب درصد کنارش. میخوام برای هیدروژن حساب کنی، میگی 6 تا هیدروژن داره پس تو صورت 6 مقدار جرم مولی چقدر بود؟ C، یه ضرب درصد کنارش. آقا داخل SO3 میخوای درصد جرمی گوگرد حساب کنی، میگی جرم مولیش گوگرد 32 سه تا اکسیژن داریم 16 48، جمعش میشه 60. میگی آقا برای گوگرد جرم مولی ترکیب من 60، جرم مولی عنصر یعنی گوگرد 32، یه ضرب درصد هم کنارش. برو حالشو ببر.